بهترین دوران زندگی زن دوران بعد از چهل سالگی دکتر زیتا آنت وبر مترجم مهدی قراچ داقی فصل سیزدهم جوانتر باقی ماندن چشمه ای از جوانی در کار است این ذهن شماست استعدادهای شماست خلاقیتی است که به زندگی خود و به زندگی کسانی که آنها را دوست دارید می آورید. وقتی می آموزید که از این منبع استفاده کنید، سن را شکست قطعی می دهید. سوفیا لورن مطلبی که از سوفیا لورن نقل کردیم بسیار آموزنده است. جوانتر ماندن و زندگی در دوران چهل سالگی لذت بردن با داشتن یک نگرش جدید امکان پذیر است. داشتن احساس خوب نسبت به خیشتن، کنار گذاشتن حراس و جاودانه شدن امید فرمول مناسبی برای جوان ماندن است گرچه بالا رفتن سن تقویمی یک موضوع حتمی است می توانید جوان فکر کنید جوان عمل کنید و جوان باقی بمانید شما انتخاب های شخصی دارید پیام ما به شما این است که داشتن عادت های خوب و نگرش مثبت مدت بیشتری شما را جوان تر نگه می دارد برای جوان ماندن و امیدوار بودن زن به لحاظ جسمانی باید احساس خوبی داشته باشد. می توانید سلامتی جسمانی خود را کنترل کنید. کافیست زندگی متعادلی داشته باشید و غذای مناسبی مصرف نمایید و به طور مرتب ورزش کنید. کار کردن روی سلامتی شخصی در ادامه مطلب به چند نکته مفید اشاره کردم. یک تغییر برنامه غذایی می تواند روی شرایط سالمندی و سن و سال ما تأثیر فراوانی بر جای گذارد. در این خصوص به توصیه های زیر عمل کنید. چربی کمتری بخورید. به خصوص از چربی های اشباع شده موجود در گوشت و فراورده های لبنی کمتر مصرف کنید. ماست کم چرب ساده مصرف کنید. مصرفی روزی دو فنجان ماست بسیار مفید است. از میزان مصرف کافئین و شکر بکاهید. گوشت قرمز کمتری مصرف کنید تا از میزان کلسترول بدنتان کاسته شود. مقادیر فراوان کربوهیدرات های پیچیده از قبیل حبوبات سبوس نگرفته، میوه، لوبیا و سبزیجات مصرف کنید. مغز خام و بوداده شده را در حد اعتدال مصرف کنید. روزی هشت لیوان آب طبیعی بنوشید. روزی یک موز مصرف کنید. در مورد مصرف آب توجه داشته باشید که با نوشیدن آن به فایبرها کمک می شود تا با سرعت بیشتری دستگاه گوارش را طی کنند. آب به از بین بردن مواد سمی در بدن از طریق کلیه ها کمک می کند و مسانه را فعال نگه می دارد. دو فعالیت های جسمانی از سرعت پیر شدن می کاهد. برای پیدا کردن بنیه و داشتن احساس خوب فعالیت ورزشی بسیار مفید است. به توصیه های زیر عمل کنید. همه روز راه بروید و یا ورزش ایروبیک سبک کنید تا کالری های بیشتری بسوزانید و عضلاتتان تقویت شود. تمرینات ورزشی مقاومتی انجام دهید تا عضلات بیشتری پیدا کنید. تمرینات کششی انجام بدهید. به خاطر داشته باشید که ورزش از میزان استرس بدن شما می بر تراکم استخوان ها می افضاید. اکسیژن گیری خون را بیشتر می کند و با تأثیر گذاری روی مغز احساس بهتری به شما می دهد. در مورد راه رفتن باید گفت که این کار بر طول عمر شما می افزاید. بسیاری از کسانی که به دوران 80 و 90 سالگی می رسند که به طور مرتب قدم میزنند و پیاده روی می کنن. همانطور که قبلا توضیح دادیم بررسی های اخیر نشان داده است تا زمانی که زنها به دوران چهل سالگی می رسند 75 درصد فاقد فعالیت بدنی هستند و این به اندازه کشیدن روزی یک پاکت سیگار به سلامتی لطمه میزند. در جریان یک بررسی مشخص کردید در حالی که فعالیت جسمانی افزایش می میزان مرگ و میر کمتر می شود. بررسی دیگری نشان می دهد بخش اعظم خستگی که در سنین بالاتر احساس می شود می تواند ناشی از کاهش عرضه اکسیژن به دستگاه های مختلف بدن باشد. با استناد به دکتر جیمز رایپ، استاد پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه تافنز در ماساچوست که در ضمن یکی از کارشناسان برجسته در زمینه نقش ورزش است در دو سال گذشته بیش از دویست بررسی بینان ثابت کردند که ورزش می تواند معجزه کند. این استاد معتقد است هفته پنج جلسه ورزش کردن بر حال خوش شما می افزاید و بر میزان عمرتان چندین سال می افزاید. از این رو منتظر چه هستید؟ حرکت کنید، نفسهای عمیق بکشید، ریه های خود را پر از اکسیژن کنید و بدنتان را جوان نگه دارید. روی برش احساسی خود کار کنید. سوای فاکتورهای جسمانی نقطه نظرهای زن در دوران چهل سالگی و نگرشها و فلسفه های آنها در زندگی به هنگام تلاش برای جوان ماندن از اهمیت فراوان برخوردار است. اینکه چگونه با احساسات و عواطف خود برخورد می کنید و اینکه چگونه دنیای واقع در پیرامون خود را تفسیر می بر احساس مکان خود در این جهان می افزایید. یک نگرش عاطفی خود را بهتر کنید تا به احساسی از آزادی برسید. به توصیه های زیر عمل کنید. در برخورد خود با زندگی انعطاف پذیر باشید. بیاموزید خود را با شرایط و تغییرات وفق بدهید. علیه آنها بجنگید. ذهن هم نیازمند تمرین است. یک بیست و دو ساله اگر بدبین باشد و عیب و ایراد بگیرد زیاد مهم نیست. اما از یک زن 44 ساله انتظار چنین کاری نمی رود. به چیزهای جدید علاقه نشان دهید. از چالش تغییرات لذت ببرید و مطمئن باشید که به سود خود کاری صورت داده اید. همانطور که ورزش جسمانی به شما از بهتری می دهد، تمرینات ذهنی هم مغز شما را تقویت می کند. برای خود دوستانی تدارک ببینید و بدانید که داشتن دوستان خوب شبکه حمایتی جالبی به شما می دهد. بیاموزید که از صحبتهای خوب لذت ببرید. لذت آموختن را کشف کنید و درباره علم و اطلاع خود با بقیه حرف بزنید. ذهنتان را تند و تیز نگه دارید. به رغم آن که گفته می شود حافظه با پا گذاشتن به سن کاهش می این حرف بیپایه و اساس است. یکی از زنهای چهل و چند ساله که یکی از دوستان من است اخیرا به من گفت اتومبیلش را جایی پارک کرده بود و محل پارک را پیدا نمی کرد. او که نگران به نظر می رسید از من پرسید چه باید بکنم؟ بسیاری از زنان در دوران چهل سالگی نگران فراموشکاری خود هستند. اما بررسی های اخیر نشان می دهن که این نگرانی بیمورد است. اما چگونه می توانید ذهن خود را نگه دارید؟ به دو نکته زیر توجه کنید. 1. حافظه کوتاه زمان شما به یک تخته سیاه ذهنی شباهت دارد. در اینجا می توانیم هفت مورد را به خاطر بسپاریم که یک دقیقه یا کمتر حفظ می شده. شما در دوران چل سالگی می توانید به اندازه زمانی که 25 ساله بودید مطالب را به خاطر بسپارید. 2. حافظه بلند مدت شما به مسابه هارد دیسک یک کامپیوتر می ماند. بسیاری از خاطرات ما مانند رانندگی کردن، تایپ کردن یا آشپزی کردن در کامپیوتر ما ثبت می شود و به این راحتی فراموش نمی شود. شش حقیقت درباره حافظه یک حافظه یک فرایند است و نامرئی است. بعضی از متخصصان معتقدند که به خاطر آوردن حوادث دوران کودکی طی زمان تغییر می کند. دو برای ایجاد حافظه احتیاج به تمرکز داریم. یکی از دلایل فراموش کردن ما این است که گوش نمی دهیم. سه، فراموش کردن به سرعت اتفاق می افتد. برای مثال اگر در دبیرستان زبان فرانسه خوانده باشید، سه سال بعد شهست درصد آنچه را که آموخته اید فراموش می کنید. جالب اینجاست که در پنجاه سال بعد تنها 5 درصد آنچه که زمانی آن را فرا گرفته اید فراموش می کنید. چهار، تمرین می تواند حافظه شما را بهتر کند. پنج، حافظه زنان از مردان بیشتر است. 6. ازدیاد سن به معنای فراموش کردن نیست. اگر عجله به خرج ندهید، می توانید به اندازه زمانی که جوانتر بودید به خاطر بیاورید. روش ها و راهکارهایی که می توانند به بهبود حافظه کمک کنند. 1. مرتب ورزش کنید. بهبود جریان خون می تواند حافظه را بهتر کند. دو مطالب جدیدی بیاموزید و مترسد تجربه های جدید شوید. سه تجسم کنید. اگر می خواهید به یاد آورید از سلامتی تصویرسازی استفاده کنید. چهار نگران نباشید و شاد باشید. استرس و ناراحتی های احساسی و عاطفی و افسردگی می تواند حافظه شما را خراب کند. پنج سازمان یافته باشید. به زندگی خود نظم و ترتیب بدهید. اینگونه مجبور نمی شوید دنبال کلیدهایتان بگردید. شش یادداشت کنید. یادداشت بردارید تا توجه شما بیشتر شود. اینگونه اگر مطلبی را فراموش کردید، بهتر آن را به یاد می آورید. از این رویه ها استفاده کنید تا مسلما حافظه قوی داشته باشید. یکی از بهترین راه های تقویت حافظه استفاده کردن از آن است. ثابت شده است که ورزش اکسیژن و گلوکوز بیشتری به مغز میرساند. ورزش روی شرایط شیمیایی خون تاثیر میگذارد. ثابت شده است که با ورزش دوپامین در بدن افزایش می یابد و این طرز کار عضلات را بهتر می کند. در دانشگاه مریلند پژوهشگران به این نتیجه رسیدند اشخاصی که از آمادگی جسمانی مطلوب برخوردارند در بخش امواج مغزی بتا فعالیت کمتری بروز دهند. در ذهن مشخص گردیده که ورزش نه تنها مانع از پیر شدن ذهن می شود بلکه جریان پیر شدن را معکوس می کند. توجه به سبک و طرز زندگی اگر می خواهید در دوران چهل و چند سالگی در شرایط سالمی به سر ببرید باید سبک زندگی خطرناک را رها سازید. در ادامه مطلب به مواردی اشاره کرده ایم که می تواند سلامتی شما را به خصوص وقتی مسنتر می شوید به مخاطره اندازد. کشیدن سیگار پوک شدن استخوان ها را تسریع می کند. به استناد یک بررسی که در دانشگاه ویسکانسین در مادیسون صورت گرفت مشخص گردید که نیکوتین در تولید استروژن که استخوان ها را سالم نگه می دارد اختلال ایجاد می کند. اگر همین امروز از کشیدن سیگار خودداری کنید آسیب وارده را معکوس می کنید و از سرعت فرایند پیر شدن می کاهید. در واقع کشیدن سیگار با کاستن از میزان تولید کلاژن سرعت پیر شدن را تسریع می کند و بنابراین چروک زود هنگام در پوست ایجاد می کند. کشیدن سیگار در ضمن از میزان اکسیژن در بدن می کاهد. با توقف کشیدن سیگار تولید کلاژن به سطح طبیعی خود باز می گردد. البته های وارد شده به پوست را از بین نمیبرد اما از های بیشتر به آن جلوگیری کند. آیا این خبر خوشی نیست؟ خوردن موضوع بسیار مهمی است. بیاموزید که عادات خوردنی بهتری در خود ایجاد کنید. سالم شوید و از خود در برابر بیماری حراست کنید. پروفسور لوول جونز عضو مرکز سرطان در دانشگاه تگزاس می‌گوید بررسی های مختلف نشان می دهند که مهمترین عامل در سرطان سینه دوار شدن استروژن است. بررسی ها نشان می دهند که میزان استروژن با مصرف بیش از 30 میلی گرم فایبر غیر قابل حل در روز و کاستن از چربی اشباع شده به میزان 20 درصد کاهش می یک برنامه غذایی مناسب از میوه، سبزی، حبوبات، غلات، کربوهیدرات، غذاهای گیاهی و روغن ماهی تشکیل می شود. بروکلی حاوی موادی است که از بروز برخی از سرطان ها و از جمله آنها سرطان سینه جلوگیری می کند. گوجه فرنگی نیز حاوی یک ضد اکسیدانت است که دستگاه ایمنی بدن را تقویت می کند. در معرض نور خورشید قرار گرفتن از تولید کلاژن می کهد و به الاسنین آسیب می زند. این دو پروتئین هایی هستند که به پوست مواد نرم کننده و کشش دهنده را می دهند. قرار گرفتن بیش از اندازه در معرض آفتاب می تواند منجر به بیحالی و بروز لکه های سیاه روی پوست شود. بنابراین اگر در طبیعت و در زیر آفتاب قرار می گیرید، بهتر از پوشش مناسبی بر خود داشته باشید. توضیح دادن استرس کار دشواری از زیرا صرفا درونی یا بیرونی نیست بلکه ترکیب هر دو روی آن اثر می گذارد. آنچه ممکن است برای یک زن استرس آمیز باشد ممکن است برای زن دیگری استرس آمیز نباشد به نظر می حتی تغییرات مثبت مانند رفتن به مرخصی و تعطیلات و یا اسباب کشی می توانند استرس آمیز باشند همه ما آستانه تحمل متفاوتی داریم اما وقتی استرس زده هستید فاقد انرژی و تمرکز هستید وقتی مرتب عصبانی می شوید، وقتی چشمانتان اشکبار می شود، وقتی سردرد پیدا می کنید و معدهتان تان درد می گیرد، بدانید که استرس زده هستید. برای بهبود شرایط خود به اقدامات زیر توجه کنید. الف بگذارید دیگران حال شما را بدانند. ب. با کسی که به او اعتماد دارید حرف بزنید. احساسات خود را بروز دهید. جیم دقیق شوید تا بفهمید چه عواملی به شما استرس می دهند. دال به عقب برگردید و سعی کنید با موقعیت مسئله ساز برخورد کنید. ه اقداماتی صورت دهید تا موقعیت مسئله ساز دوباره بروز نکند. به کمک روش های قرار گرفتن در آرمیدگی خود را در شرایط بهتری قرار بدهید. از اقدامات زیر پیروی کنید. مرحله یک فرصتی را به سکوت اختصاص دهید. دستگاه پیغامگیر تلفن را روشن کنید تا کسی مزاحم شما نشود. مرحله دو روی یک صندلی بنشینید. پشت باید حالت کشیده و قائم داشته باشد. سر به جلو نگاه می کند تا ستون فقرات حالت مستقیم داشته باشد. حالا دستهای خود را روی دامنتان بگذارید و چشمانتان را ببندید. سعی کنید محرکی از بیرون شما را آزار ندهد. مرحله سه، هوا را به آرامی در درون ریه های خود بکشید و به آرامی آن را از سوراخ های بینی به بیرون هدایت کنید. متوجه پر و خالی شدن هوا در ریه های خود باشید. سعی کنید هیچ تنشی در بدن شما وجود نداشته باشد. مرحله چهار تصور کنید که درون حمام در آب گرم معطری خوابیده احساس خوشایند موجود را لمس کنید. زن و هنر حفظ تن زن در دوران چهل سالگی برای خلاص شدن از استرس باید از جسم خود مراقبت کند. مراقبت از بدن وظیفه‌ای برای همه مدت عمر است. اغلب زنان برای حفظ پوست خود برنامه‌ای برای زیبایی خود روایت می‌کنند و از نیازهای خود آگاهند. با این حال بسیاری از زنان چهل و چند ساله به جنبه‌های مهمی از بدن خود و از جمله پاهای خود بی‌توجه‌اند. مراقبت از بدن یعنی رسیدگی از سر تا نوک انگشتان پا یعنی از صورت تا پاها مراقبت از پاها برای زنان واقع در دوران چل سالگی بسیار مهم است پزشکا دو قاعده طلایی دارند یک کفشی بخرید که به پاهایتان بخورد دو کفشی بخرید که با پاهایتان شباهت داشته باشد ماساژ دادن پا می تواند بسیار آرامش بخش باشد و به سلامتی شما کمک کند. می توانید از همسرتان بخواهید این کار را برای شما بکند و یا خودتان این کار را انجام دهید. با شناسی یک اقدام پزشکی است که چینی ها قرن از آن برای تشخیص و مداوای بیماری های گوناگون استفاده می کنند. در واقع فعودال های چینی و زنان اشرافزاده این سرزمین از پاهای خود به شکلی مراقبت می کردن که زنان امروز از صورت خود مراقبت می نمایند. ماساژ دادن پا انرژی جدیدی به تمام اجزای بدن میفرستد ماساژ پاها سبب از بین رفتن استرس می شود. از راهنمایی زیر استفاده کنید قوس پاهای خود را به ترتیب روی لبه یک پله یا یک کتاب بزرگ سر بدهید دو با استفاده از یک توپ پلاستیکی کوچک کف پای خود را ماساژ بدهید 3. قوس پا با ستون فقرات در ارتباط است با دست پای خود را بگیرید و آن را وارسی کنید اگر به نقطه منحنی برخورد کردید آن را کمی ماساژ بدهید زیرا امکان آن وجود دارد که بخشهایی از بدن شما که در ارتباط با این نقطه است تحت استرس باشد چهار قوزک پای خود را به آرامی پیچ و تاب دهید توجهتان را به پاهایتان بدهید این تمرین برای درمان سردردهای تنشی و نیز اگر قرار است جایی سخنرانی داشته باشید بسیار مفید است. پاهایتان را در آب گرم قرار بدهید و آن را ماساژ دهید. از هر فرصتی که به دست می آورید روی ماسه های ساحل راه بروید. بگذارید امواج تا روی پاهایتان را بپوشاند. در هر فرصت مناسبی کفشایتان را بیرون بیاورید و روی محیطهای طبیعی و مناسب راه بروید. راه رفتن روی چمن برای ماساژ دادن پاها بسیار مناسب است. راه رفتن بدون کفش روی ریکای نرم و گرم پاهای شما را به خوبی ماساژ می دهد. مسئله تصویر اکنون زمان آن رسیده که زنان چهل و چند ساله به تصویر خود نظری بیاندازند. خودتان را چگونه می بینید؟ از این مهمتر دوست دارید دیگران شما را چگونه ببینند؟ اجازه بدهید به نقل قولهایی در همین زمینه توجه کنیم. استفاده از جواهر بیش از اندازه و به خصوص گردنبند شما را پیر نشان می دهد. با آرایش ساده موها و آرایش ملایم صورت جوانتر نشان می دهید. جان شاگ متخصص آرایش مو در هالیوود می گوید با آرایش مناسب موها همه می توانند جوانتر نشان بدهند. صرف این که زنی به دوران چهل، پنج یا شست سالگی رسیده است، بدین معنا نیست که نمیتواند موهای بلند داشته باشد. کافیس موهایش از حدی بلندتر نباشد. از حدی هم کوتاهتر نباشد. بیش از اندازه رسمی هم نباشد. اگر موهای زنها بیش از اندازه ارتفاع بگیرد و یا در جوانب سر بسیار انبوه باشد، پیرتر نشان میدهند.